سلام، من سینا ولی‌الله هستم. اینم چند شنبه است. شما هم بیننده های من هستین. اینا رو اینجوری گفتم که تکلیف همه روشن باشه، که هر کس وظیفه‌اش رو بدونه. من هر وقت که کامنت های شما دوستان رو میخونم، هی بیشتر و بیشتر به عمق این جمله پی میبرم که میگه دوست واقعی اونه که حرف رو تو روت بزنه. من قشنگ الان تو عمق این جمله‌ام. برای همینم متوجه شدم که من تا حالا در مورد آدمایی که تو خیابون با هم گلاویز میشن، هرچی از دهنشون در میاد به جد آباد هم دیگه میگن، در اشتباه بودم. اینا در حقیقت دوستای واقعیان. اینا در واقع دوستن، عاشق هم دیگن، فقط دارن تو روی هم حرفاشونو میزنن. حالا یه مشکل دیگه برش پیش اومد. بعد از اینکه با این تفکر کنار اومدم و به خودم قبولوندم که این در واقع رفاقت و دوستیه، یه اتفاق دیگه افتاد که به یه نتیجه جدید رسیدم و فهمیدم که رابطه من با شماها به عنوان بیننده من خیلی نزدیکتر از دوستی واقعیه، بلکه در واقع خانوادگیه. شما مثل فامیل من میمونید، اونم از نوع واقعی و خیلی نزدیکش. حالا چی شد که من در واقع باقی اعضای خانوادم رو اینجا این ده هاچ زنبور اصل پیدا کردم؟ هفته پیش داشتم با خانواده قبلیم، همون خانواده که از بچگی باشون در ارتباط بودم، حرف میزدم و ازشون راجع به برنامه سوال کردم. نظراتی که دادم باعث شد که من متوجه بشم که خیلی از نظرات شما دوستان از عشق و علاقه مادرانه و خواهرانه و پدرانه و حتی برادرانه است. مادرم در اوج مهربانی میگفت این چه طرز وایسادن صاف وایسه، مگه بیل خورده تو کمرت؟ چرا انقدر دولا میشی؟ خواهرم میفرمودن که چرا انقدر دست تو تکون میدی سرگیجه گرفتم، یه جا وایسا. پدرم میگفت حالا که اونجایی یه حالی هم از عمت اینا بپرس. برادرم هم که اصلا نمیدونست چند شنبه چیه. حالا بعد از شنیدن این نظرات سازنده، من در حاله ای از بهت و تفکر فرو رفتم و دیگه به این اشاره نکردم که مادر جان من صاف وایسادم، صاف ایستادم در واقع، فقط بعضی جاها برای هم لول شدن با این دوربین مجبورم خم شم. کمرم سالمه سالمه، این دکمه رو اجازه بدید من باز بکنم، من کمرم سالمه. یا خواهر جان دیگه شما میدونید دیگه، هر کس یه جور حرف میزنه دیگه، دفعه اولت نیست که برادرتو میبینی دیگه، میدونی که من این ایتالیایی صحبت میکنم با دستم. یا برای علاقه دار اینجوری وقتی وایسادم همه چی خوبه، میشینم چون دستم رو میزه خب به چشم میاد. پدرجانم که نظرشون در واقع منو یاد علیرضا دبیر انداخت، یه مدال گرفته بود، حالا یادم نیست المپیک بود مسابقه جهانی بود، دعوتش کرده بودن توی برنامه زنده توی همون محل مسابقات تا با مادرش تماس بگیرن تا از حسش در رابطه با قهرمانی پسرش بگه. یهو مادرش گفت علیرضا جان خالت اینا هم اینجان، بیا باهاشون حرف بزن، خیلی وقت ازشون سراغ نگرفتی. حالا این هفته میخوام راجع به نظر دادن حرف بزنم، اونم از نوع کارشناسی که ما درش الحق و ولنصاف کارشناس که نه کارشناس ارشدیم، اصلا این میره جزو استعدادهای ما. مثلا میتونیم تو مسابقات استعدادیابی مثل گاد تالنت یا اکس فاکتور شرکت کنیم و وقتی هم از همون پرسیدن که چه استعدادی داری که توی مسابقه شرکت کردی، میتونیم بگیم که هر چیزی که شما فکرشو بکنیم ما میتونیم نظر بدیم راجبش. مطمئن باشین دلیلتون از اون دوستی که رفته بود و میگفت من واسه 3 دقیقه ممتد میتونم صدا از گلوم در بیارم، نظر شما معتبرتره. تازه شاید برنده هم شدین که اون نشد. شما بیکار نشینید، همینطور که دارید منو نگاه میکنید یه دستتونم به لپتاپی موبایلی چیزی باشه که توی برنامه مشارکت داشته باشین. فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و هشتگاشم این زیره. ما در خدمت شما هستیم، همراه ما باشید. قبل از اینکه بریم سر اصل ماجرا، خوب شد یادم افتاد، الان چشم افتاد به دوربین، یادم افتاد که یک سوال بزرگ، یک معما برای بیننده های ما به وجود اومده که یعنی تمامی مشکلاتشون و تمامی سوال هاشون رو فراموش کردن، چسبیدن به این. من اینجا تصمیم دارم این مشکل بزرگ رو برای بیننده های این برنامه، برای مردم هم حل کنم. اینا مداده، اینا که رومیز منه مداده، مداد یعنی ببینید
شاید باورتون نشه، یه وسیله ای که باهاش یادداشت میکنن و مثلا مینویسن، پنسیل، برای کسایی که زبان فارسی رو خوب بلد نیستن و خارج از کشور بودن. اگه محبت کنه کارگردان عزیز بره روی اون دوربین، من میتونم به وضوح نشون بدم که این چه وسیله عجیبی هست، چون خیلی از دوستان ببینید این اسمش پنسیله یا مداده، مداد، تازه مداد خیلی خوبی هم هستا، یعنی مداد معمولی نیست، فراری، مداد فراریه. ماشینشو نداشتیم ولی مدادشو تونستیم داشته باشیم. فقط یک توضیح دیگرم بدم، این مداد رو من باهاش مطلب می‌نویسم. این محبت کنیم برگردیم به این دوربین، بله، من با این مدادم مطالب رو یادداشت می‌کنم، چیزی به ذهنم برسه اضافه می‌کنم، کم می‌کنم، خط می‌زنم. فقط چون داشتم فکر می‌کردم که اگه قرار باشه یه دونه مداد بذاریم اینجا تصویر قشنگی نداره و من هر دفعه اگه مثلا اتفاقی بیفته نوک مداد بشکنه یه چیزی بشه، بعد در به در دنبال مداد تراش بگردم اینجا و کارگردان و دستیار کارگردان رو پشت صحنه برای بچه ها رو بکشم این ور اون ور دنبال مداد، گفتم خب یه دسته مداد بذارم اینجا که ازشون استفاده بکنم. همین، به خدا هیچ معمایی پشت این قضیه نبود، اینا نی نبود دیگه، خدمتتون عرض کنم این چیزای قرمز نبود، اینا فقط مداده، مداد. اینم لیوانه، اینم کامپیوتر منه، اگه چیزی بخوام از اینجا پیگیری میکنم، اینم میکروفونه، میکروفون. اینا تقریبا میشه گفت المان‌ها یا نشانه‌ها یا چیزهایی که معمولا توی لید نایت شوهای مختلف استفاده میشه. ما این همون رو برای شما اینجا گذاشتیم، این میکروفونه، این چیز وحشتناکی، نترسین. اینم که لیوان توش آبه، آب خالص H2O، مداد و کامپیوتر و اینم مطالب برنامه، اینم میز، اینم من، تموم شد. اینم شما و موضوع برنامه که نظر دادنه. نظر دادن حق همه آدم هاست، یعنی هر کسی میتونه نظرش رو اعلام کنه. اصلا یه حس خوبی داره وقتی نظر میدی و کسی نمیزنه تو دهنت. اول قضیه هی میترسی، یعنی هنوز عادت نداری که نظر بدی، هی میترسی که مثلا به خاطر سوابق دوران کودکی که اگه نظر میدادی مادر پدر خیلی دموکراتیک به حرفات گوش میدادن و بعد برای تشویق تو دهنت میذارن که دیگه گنده تر از دهنت چیزی نخوری، ولی به هر حال این اتفاق باعث شده بود که یه ترس و واهمه‌ای در وجود ماها باشه دیگه، برای همین خیلی میترسیم که نظر بدیم. ولی بعد که میبینیم که خبری از تو دهنیه نیست، شروع میکنیم به اظهار نظرهای مختلف کردن، از کوچولو 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 شروع میکنیم، ولی بعد از یه مدت یواش یواش سایزشون هی گنده‌تر و گنده‌تر و بزرگتر میشه. هیچ احتیاجی هم به این قرصا و کرم‌های تبلیغاتی بین سریال‌های آموزشی نداره. این سریال‌هایی که آموزشی هستن، لابلاشون یه تبلیغات آموزشی هم داره دیگه که برای سایز بندی به کار میره. این نظر دادن اصلا ربطی به اونا نداره، بدون کمک اونا خودکار همینجوری خودش بزرگ میشه، چون نه چون نه تو دهنی هست، نه کسی که بگه این چیز خوریا به تو نیومده، تو که از این قضیه سر در نمیاری. یواش یواش حس این که ما از همه چی سر در میاریم و در واقع کارشناس هستیم من به همون سرایت میکنه. خیلی حالت عجیب و پیچیده یه، ولی این اتفاق میفته. حد و مرزم که کاملا یک کلمه ژاپنیه، ما معنیشو نمیدونیم چون ما ژاپنی بلد نیستیم، با اینکه تازه بخش عمده ای از جمعیت ما سالها توی ژاپن به خاطر اینکه دختر کمپانی سوزوکی یا کاواساکی یا هوندا یا تویوتا عاشقمون بودن و ما رو به خاطر این عشق رئیس بخشی از این کمپانی‌ها کرده بودن و ما طبعا به خاطر کنترل این کمپانی‌ها باید ژاپنی حرف می‌زنیم با کارمندا و به زبان ژاپنی باید احاطه کامل داشته باشیم، ولی بازم نه، معنی این کلمه ژاپنی رو ما نمیدونیم، نمیخوایم هم یاد بگیریم. نظر دادن بدون شناختن حد و مرز، همینطور اطلاعات دقیق راجع به موضوع، مثل ماشین بی ترمز میمونه تو سرازیری خیابون گاندی. بد چیزیه لامصب. حالا نظر دادن اگه به قصد همفکری باشه خیلی خوب و سازنده است، ولی مشکل اینجاست که بعضی از ماها میخوایم فقط نظره رو بدیم، یعنی وایسادیم که نظره رو بدیم، منتظریم طرف ساکت شه که ما نظر خودمون رو اعلام کنیم. حالا مهم نیست که نظر طرف هم ممکنه با نظر ما موافق باشه، مهم اینه که ما نظرمون رو اعلام کنیم و بگیم که نه
اشتباه میکنی. این نه اشتباه میکنی اول مکالمه بعد از ساکت شدن طرف خیلی مهمه. بعضا قبل از اینکه طرف ساکت بشه هم میگیم و به عنوان نظر جدید هم همون نظر طرف رو به خودش اعلام میکنیم و مهم هم نیست که طرف ممکنه برای از کوره در بره بگه که اینکه نظر خود من بود، ممکنه ما به اون بر بخوره بعد بگیم که طرف واقعا جنبه نداره، اصلا نمیشه بهش نظر داد. نمیشه آخه، چه ترسشه آقا، دارم صحبت میکنم، دارم حرف میزنم، دارم نظرم رو میدم، چی کاری نگم، چیزی نگفتم که، حالا چه عصبانی میشی؟ پیچنبه هایم بخواهیم، براقا نظر ندادم برای خیلی از ماها کسرشن به حساب میاد، یعنی به این شکل که یه جمعی راجع به یه موضوعی دارن حرف میزنن، ما هم به اندازه یه سر سوزن از قضیه سر در نمیاریم، اطلاع هم نداریم. اینجا دو حالت داره، حالت اول که احتمالش یکی 2% بیشتر نیست، یعنی جزء محالاته، اینه که بپرسیم جریان از چه قراره؟ حالت دوم که 98% پیش میاد، احتمالش هم خیلی زیاده دیگه، مشخصه دیگه چون 98% اینه که بدون نشان دادن هیچ گونه حالتی از بی‌اطلاعی، یعنی جوری که معلوم بشه که ما از قضیه اطلاعی نداریم، شروع به اظهار نظر میکنیم، خیلی حرفه‌ای. حالا جالب اینجاست که این دو حالت در انتها یه نتیجه دارن، حتی تو همون حالت نایاب اول هم بعد از 1:20 که از صحبت میگذره، از مکالمه یا از بحث میگذره، اونی که گوی و میدان مباحثه رو به دست گرفته در واقع ماییم که داریم به بقیه میگیم که نه اشتباه میکنید، تو داری اشتباه میکنی، تو داری دروغ میگی، تو حرفت غیر منطقیه و نظر ما صادقه. بدون مطالعه و اطلاعات نظر دادن همیشه هم بین مردم عادی دیده نمیشه، بلکه گسترده تر از این حرف هاست. چند وقت پیش یه ویدیو دیدم از یک دوست عزیزی که داشت راجع به خرید سریال های خارجی توسط تلویزیون های ماهواره‌ای صحبت میکرد. حالا مطمئنم که از شهرشون بیرون هم نیامده بود، ولی در رابطه با خرید سریال های خارجی توسط شبکه های ماهواره اطلاعات کامل رو داشت. این کارشناس ارشد خرید و فروش سریال های خارجی با اعتماد به نفس 1000% میفرمودن که این کلمبیایی ها یا ترک ها یا کره ای ها که عاشق چش و ابروی ما نیستن که بیان برای ما سریال بسازن و بعد با 99% تخفیف به ما بفروشنش که ما رو سرگرم کنن. اینا در واقع این دونا رو میپاشن که فرهنگ خودشون رو به ما تزریق کنن. البته راست میگفته، تنها دلیل این کمپانیا برای ساختن این سریال ها ماییم و چون ما از بچگی عاشق آمپول بازی و دکتر بازی بودیم، آمپول خورمونم خوبه، برای همین همه میخوان یه چیزی به ما تزریق کنن، حالا فرهنگ بگیر دا چیزای دیگه. حالا من نمیدونم این اطلاعات محرمانه از کجا درس کرده بوده بیرون و به دست این عزیز رسیده بوده، ولی نکته مهمی که من کشف کردم و ازش سپاسگزارم این بود که بالاخره فهمیدم هدف اصلی این کمپانی های فیلمسازی پول در آوردن نیست. یعنی اصلا اینا بیزینس پلن رو بر اساس تزریقاتی نوشته بودن، شرکت رو تأسیس کردن واسه اینکه تزریقاتی داشته باشن، دنبال پول و درآمد و اینا که نبودن، که دنبال تزریق چیزهای مختلف از جمله فرهنگ بودن. خیلی جالبه، من واقعا از این دوست عزیز سپاسگزارم، ممنونم، دست درد. تا یکی مریض میشه همه دکتر میشیم و نظریات پزشکی میدیم، این قرص رو بخوری بهتر میشی، یه مقدار استراحت کن، بخور بده، نمیدونم سوپ بخور، انواع اقسام نظرات. طرف شرکت میزنه، ما کارشناسان بازرگانی در خدمت دوستان هستیم، ماشین خریده، کی بهتر از من که مشاور خرید و فروش اتومبیلم، این رو سقف راه رفته، دوبل رنگ ها، خونه که ما هممون یه پا کارشناس املاکیم، هممون کلیه اطلاعات و نظرات کارشناسی از اقتصاد تا زایمان، از فوتبال تا فیلمسازی، از چاه حمام تا روزنامه‌نگاری، همه و همه در یک نفر، من همه چیز را میدانم. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید. برای بخش جالبیجات این هفته یه دوربین مخفی شاهکار رو براتون پیدا کردم که به نظر خود من به شخصه
ترین دوربین مخفی دنیاست. یعنی من این همه برنامه‌های مختلف و این همه ویدیو چک می‌کنم و سرچ می‌کنم و نگاه می‌کنم، این یکی واقعا به نظر من تک بوده. البته اگر کارشناسان نظر دادن الان این کرکس منتظر نیستن که ویدیو پخش سریع بیان بگن که از این باحالتر من خودم 100 تا سراغ دارم، این جفنگ چی بود پخش کردی، یک کم آموزشیش کنید برام. ویدیو رو با هم ببینیم، برمیگردیم. حالا میریم سراغ اسپانسر برنامه و سوالش و اعلام نام برنده برنامه قبل یا سوال قبل. بریم ببینیم کی برنده $1,000 جایزه ICM کپیتال شده. این نکترم من همینجا برای 100,000 بار اعلام میکنم، اون شماره تلفن و اون ایمیل زیر سوال مال جواب دادن. ای باز دوباره فردا نمیم بگیم ما کجا جواب این سوال رو بدیم، جواب سوال رو به اون شماره SMS میکنید یا به اون ایمیل ارسال میکنید. اونا شماره تلفن بنده یا فک و فامیل آقای کارگردان نیست، این مال اسپانسر برنامه است. همراه ما باشین ببینیم سوال چیه. سیستم مدیریت بر حساب آنلاین ICM کپیتال چه نام دارد؟ و برنده قسمت ششم برنامه امیر باقری. ایشون 2 هفته فرصت دارند تا مدارک لازم رو ارائه بدن و جایزه خودشون رو دریافت کنند. رسیدیم به بخش جذاب تبلیغیجات. بریم ببینیم این تبلیغای جالب و باحالی که جاهای مختلف برای چیزای مختلف درست میکنن این هفته چجوریه. چند تا تبلیغی رو که براتون انتخاب کردیم و با هم ببینیم بعد مقایسهشون کنیم. Karoomba, Megan Fox. Welcome to Megan Fox Island. Don't burn it, you Megan Fox. Finally, our wait is over. Please, please talk to us. Me say hey.
ببین آقا چقدر آخه خلاقیت، چقدر خجالت نمیکشن اینا واقعا؟ آخه اینقدر خلاقیت، آخه این همه خلاقیت رو توی تبلیغ مثلا 30 ثانیه‌ای یه دقیقه میذارین چیکار؟ خب برین کارهای گنده‌تر بکنین، چرا وقتتون رو بیهوده تلف میکنید؟ همینجور الکی یه چیزی بنویسین بذارید اون رو تلویزیون حل میشه دیگه. مثلا این تبلیغ معروفه چی بود؟ لارجر باکس بود، چی بود؟ ببین چه قشنگ اون تبلیغ ساخته شده. آخه این چی بود الان واقعا؟ این کار بود اینا انجام داده بودن؟ خجالت برین آقا، برین دنبال کارتون. والا بخ شما میرین یا من برم؟ من برم. حتما دیدیم بعضی‌ها رو که وقتی تو جمع نشستن این آباژور میمونن یا این میکروفون من جیک نمیزنن، جیک تکون نمیخورن، نفس نمیکشن، تو هیچ بحثی هم شرکت نمیکنن. بعد شب که میرن خونه یه دفعه تو فیسبوک مثل بار پا 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 تبدیل میشن به چگووارا و شروع میکنن به نظرات انقلابی دادن، همه رو از دم تیغ میگذرونن. بعد دوباره فردا صبح که میشه آباژور میشن، شب چگووارا، صبح آباژور، شب چگووارا، صبح آباژور. نظر غلط دادن اونم با جست کارشناسی هم از اون چیزاست که برای معده زیاد خوب نیست، چون تولید اسید معده میکنه و کلا عوارض جانبیش هم کم نیست. مثلا ما قبلا یه این خیلی جالبه اینو براتون تعریف بکنم، فکر میکنم و خالی از لطف نباشه به قول بعضی از دوستان. ما یه گرافیست هندی داشتیم اسمش اوی بود، خیلی هم کارش خوب بود. یه روز یه دوستی که غرور و ادعای کارشناسی در امور مدیا قسمت‌هایی از بدنش رو دچار شکافتگی کرده بود از من خواستش که یه سریال رو براش دانلود کنم. ما هم کردیم. فرداش این دوست عزیز، این استاد بزرگوار زنگ زد به ما که این خنده هم اولش هستم میشه، این سریال ها رو از عوی میگیری ها؟ من گفتم نه مال خودمه. چطور؟ گفت چرا خالی میبندی داداش، ما خودمون ختم این کاراییم. گفتم از کجا فهمیدی که من دارم دروغ میگم و اینا رو از عوی گرفتم؟ بلا گرفته. گفت آخه تمام فایل ها آخرش اسم عوی روشه. گفتم اسپیلبرگ جان، اسپیلی اون فرمت فایله که AVI هست، نه اسم اوی گرافیستمون. بیل گیتس و استیو جابز هم خدا رحمت کنه استیو جابز رو هنوز نتونستن و نتونسته بودن به اسم خودشون فرمت درست کنن، چه برسه به اوی کارشناس. این پروژه سرو نور هم که دیگه همتون در جریانید دیگه، پروژه حمایت یا حفظ محیط زیست کشورمونه و ویدیوهایی هم که در این رابطه پخش میشه به معضلات محیط زیستی ایران در واقع مربوطه. اگر موافق باشین برای برنامه این هفته یکی از این ویدیوها رو آماده کردیم با هم ببینیم. اگرم نظر پیشنهاد، البته نظر پیشنهاد که نمیتونید در این رابطه بدین، فقط میتونید مطالبتون رو یا عکساتون یا فیلمهاتون رو به اشتراک بذارید و هشتگ سروینو رو هم تنگش بذارید که ما استفاده کنیم. قربان شما، بریم سراغ ویدیو. یادگاری ها زیاد بودند، از اسممون گرفته تا تاریخ روزی که اونجا پای همون درخت زیبا و سبز یه روز عالی رو سپری کردیم و خاطره ساختیم، به خیالمون ثبتش کردیم.
حیف جزی از روح زندگیمون رو که با ما نفس میکشه، با ما احساس میکنه، با هک کردن و آسیب زدن به جسمش هم زشت کنیم هم آزار بدیم. بذاریم همه مثل ما از بیاد آوردن خاطراتشون لذت ببرند. سهم من در حفظ و نگهداری از این درختان چیه؟ سهم تو چیه؟ به ما بپیوندید و نظراتتون رو درباره آسیب زدن به درختان در صفحه فیسبوک و توییتر فارسیوان به اشتراک بذارید. رسیدیم به بخش زایگونه، یعنی بخشی که در واقع افراد مختلف با کارهایی که انجام میدن و بلد نیستن انجام بدن یا نمیتونن انجام بدن یا نباید انجام بدن خودشون رو زایه میکنن به گونه های مختلف. برای مثال من یه مثال دارم براتون. مثلا من میخوام یه توپو با اینجا بزنم، راکتو از این قسمتش استفاده کنم، از این قسمت لبه باریکش، و چند بار بزنم ببینیم من بلدم یا زایه میشم. اینجوری من نبودم، یکی از دوستام اینجوری میزد. بریم زایگونه رو ببینیم دوستان. کارا درسته؟ آخه این چه کاریه میکنی وقتی بلد نیستی؟ نکن دیگه، آخه برای چی بخوره بیجاد حیثیت آبروی خودتو میبری زیر سوال؟ این علامت سوال علامت خطرناکیه. زیر این علامت سوال رفتن در سرای زیادی داره. ببین یاد بگیر قشنگ چه جوری انجام میدی. آه ببین آه نه همینجوری رسیدیم به بخش اون برای آبگونه. همونطور که میدونید تو بخش اون برای آبگونه ما میریم سراغ لیت نایت شو های اون برای آب تا ببینیم به چه گونه ای برنامه رو اجرا میکنن. امیدواریم که یه روزم ما همین جوری بتونیم اجرا بکنیم. امیدواریم. نه آقای میساخان؟ بله واقعا. شما هم امیدواری؟ چه خبر؟ اون با کیه؟ مجازم برنامه رو ببینم چه بازی میکنم بکنم. جیمی فالن، یعنی این هفته رفتیم سراغ جیمی فالن، لیت نایت شو وی جیمی فالن که با مهمون این هفتهش که جیسون سودکیس هست که مطمئنم شما نمیشناسینش، برای همین میگم که یه بازیگر فیلم های کمدیه که کارشو از برنامه سترده نایت لایف شروع کرده. قراره با همدیگه این دو نفر تیر و کمون بازی کنن. تیر کمون پلاستیکی ها، با تیر نزنن همدیگه رو بکشن، نه شوخیه، با تیر و کمون پلاستیکی با همدیگه قرار بازی کنن. بریم ویدیو رو ببینیم، برمیگردیم بیایم ببینیم که شما چی فکر میکنین. We are back with Jason Sudeikis. His new movie A Good Old Fashioned Orgy is in theaters this weekend. Jason and I are trying a new game today. It's called Bow and Arrow Standoff and it works like this. We're going to shoot 5 arrows at one another from close range. We'll keep score. There are 3 scoring zones. Headshot, 10 points. Torso, 5 points. Crotchal region, 20 points. Whoever has the most points after 5 shots is the winner. Jason, you ready for this? I'm ready. Okay, cool, man. Get to your spot over there. Yep. You go first. You go first. Wow. All right. Now here we go. Five.
You could use that one if you want. Slipped on that one. That's all right. It's a lot trickier than it looks. Yeah. All right. Here we go. Clearly. It's really loud in here when it hits. It's scary, right? It's startling, it's yeah. It's startling. Why don't we take one step closer? Sure. Here we go. What's the score there? 50-30. I'm up, bummer. So I can't even dick around here. I gotta do it. Oh! I left the barn door open. Look at this. All right, here we go. I can't win though. Can I do like MC Hammer? Oh yeah, that's good. Did not count. That's it. That's it. The winner, Jason Sudeikis. Our thanks to Jason Sudeikis. We'll be right back with Jersey Shore's Dina Cortese. نه بابا چی تو دلشون خوشه به خدا اینا. والا بچه‌ها میگن که نمیتونم اصلا بگم کی حاضره که این بازی رو با من بکنه. والا به خدا. بچه‌ها میگن کامران و هومن این بازی رو با من میکنن. من که فکر نمی‌کنم. ممکنه کامران و هومن با هم دیگه این بازی رو بکنن، با من ممکنه بازی نکنن. تو چی فکر می‌کنی؟ من فکر کنم هیچ کس حاضر نیست این بازی رو بکنه. تو چی؟ تو حاضری بمون؟ حیاتشون در شأن هنرمندای ما نیست که آخه بیان تیر تموم بزن تو چش هم دیگه. من حاضرم ولی. خب تو هنرمند نیستی. نمیگم. تو هنرمند نیستی. ولی هم بازی منه. من هستم. هم بازی منه. برای همه حاضر با هم بازی کنه. بعدن خب پس خدمتش. اگه اینجوری باشه منو میثاق از اول تا آخر برنامه بعد با هم یه بازی کنیم چون هیچ کس با ما بازی نمی‌کنه. مهد کودک ما اینجا بازی کردیم. حالا 1% اگه فکر می‌کنید کسی از بین هنرمندای ما حاضره که این بازی رو با من بکنه، اسمشو به فیسبوک یا توییتر یا عکسشو تو اینستاگرام برای من پست کنید. شهرام شپررم بی خیال بشین چون همه هر بازی رو ما گفتیم همه گفتن شهرام شپره. حالا من نمی‌دونم شهرام شپره مثلا مدیر مهد کودک بوده که همه بازی‌ها رو می‌خواد با ما بکنه. اگه شهرام شپره نباشه، شهرام شپره رو یه بازی ما باش می‌تونیم بکنیم. تموم شد.
حالا بازی بعدی رو با کی میتونیم انجام بدیم؟ چون همه بازی‌ها رو که نمیشه با شهرام کرد که یادم جدید پیدا کنه. همراه ما باشید. مهمون برنامه این هفته چجوری بگم؟ مهندسه. ولی یه مهندس خیلی متفاوت. این مهندسا که مثلا مامان و بابا ها میگن بعد دکتر مهندس بشی در آینده، این اونجوری نیست. این یه دکتر مهندسیه که اون کاریه که مامان بابا میگن نکنیده، یعنی مثلا به سمت هنر نرید یا هنرمند نشید. این مهندس در رابطه با کارهای هنریه. این صدای منو میبینید الان اینجوریه؟ یه مهندس روش کار کرده، اونم یک مهندس صدا. مهمون این هفته برنامه ما یکی از بهترین مهندسین صدا، یکی از اساتید میکس و مسترینگ موزیک کشورمون، فرزین فردین فرده. سلام نمیدونم، احوال شما؟ خیلی خوش آمدید، بفرم بخبه. فرزین قبلا ریش که داشت همه با خدا بیامرز ناصر عبداللهی اشتباه میگرفتنش. بعد چوبه میگردن ناصر عبداللهی، هی بهش کادو میدادن، بهش نمیدونم و شماره تلفن میدادن، دیگه نمیدونم عکس میومدن باش میگرفتن، امضا میگرفتن. ولی درسته، درست دارم؟ والا هدیه، هدیه رو گرفتی. شماره ها هم الان نمیارزه بگی فکر کنم. شماره ها هم گرفتی دیگه. چیز دیگه ای نبوده. یه باری هدیه بود گرفتم، توی رستورانی بودیم که صاحب رستوران فکر کرد که من مرحوم ناصر عبداللهی هستم. دور از جون. بعد یه سر رسید هدیه داد، ولی خب من کاملا سکوت کردم چون اگه لب از لب باز میکردم ممکن بود رستوران بنزدت بیرون مثلا. آره دیگه، این یه خطری هستش که وقتی اعلام میکنی که طرف مورد نظر نیستی دیگه، قضیه به این که ببخشید اشتباه کردم ختم نمیشه دیگه، طرف عصبانی میشه و ممکنه مثلا خطرات جانبی هم داشته باشه. اتفاقا سر رسیدم دادم به مرحوم ناصر و بهش هم گفتم که داستان از چه قرار بوده. دادی سر رسیدو بهش؟ خیلی و خیالم راحت باشه دیگه. فرزین راز تمام خواننده های کشورمون رو در سینه داره، چون تمام خواننده ها از کوچیک، البته کوچیک ها رو فکر نمی کنم درسته، از کوچیک تا بزرگ رفتن میان از کشورهای مختلف، از اروپا میان، از آمریکا میان، از سراسر دنیا میان پهلوی فرزین صدا رو ضبط می کنن، آلبوم دارن، ترک دارن، هر چی که رو در رابطه با موسیقی دارن میان سراغ ایشون. نبین انقدر جوونه ها، جوون هست ولی رازها در سینه داره. راست چی بگو ببینیم صدای کی هست؟ صدای منو میتونی درست کنی؟ من خوانندشم. صدای شما که درست هست. نه درست واسه خوندن. من فکر میکنم به اندازه کافی از هنرم و استعدادم استفاده نشده. حالا خب سینا جان، مقوله خوندن خب یک بحث جداست، یعنی صرفا داشتن. داری بحثو جدی میکنی؟ بذار من درست بشم از که خیلی صحبت جدیه. بگو ببینم چه مقوله‌ایه. داشتن یک صدای خوب شرط لازم هست، ولی خب کافی نیست. به هر حال اینا رو داری به من میگی الان یا داری با کسی دیگه صحبت میکنی؟ یعنی میگی من اصلا به فکر خوانندگی نیفتم یا الان داری با افراد دیگه؟ به در نگی دیوار بشنوه. نه کلی میگم. خب ولی خب شما فکر کنم خواننده خوبی بشید. جدی میگی؟ بله. چون من الان متوجه شدم که برای موفق بودن، من در طول این مدتی که این برنامه رو زدم متوجه شدم که برای موفق بودن تو هر کاری که بکنی موفق نیستی در واقع، تا خواننده بشی. چون ما آدمای مختلفی رو به عنوان مهمون برنامه میاریم اینجا، مثلا فیلم ساز تبلیغاتی میاریم، دیگه نمیدونم استاد مارشال آرت میاریم و مهندس معمار میاریم، هر کسی رو که آوردیم بچه‌ها گفتن که اگه محبت کنید آدمای موفق رو بیاریم. یعنی ما فهمیدیم که اگه یارو جراح مغز و اعصابم باشه، 50000 نفرم جونشون رو نجات داده باشه، بازم آدم موفقی نیست، چون خواننده نیست. بله. خب حالا بریم سراغ یه خورده سوالای حاشیه‌ای تر، یه سوالای عجیب و غریبی ازت بپرسم ببینم لو میدی یا نه. کدوم من توی برنامه یکی دو هفته پیش، یادم نیست دقیقا برنامه عارف کی پخش شد، ولی
صحبت شما شد، چون یادم یه بار به من گفته بودی که عارف جزو خواننده هاییه که وقتی میره توی استودیو وقتی یک بخشی رو حالا راضی نیست یا اشتباه میخونه، که فکر میکنم اشتباه بخونه هیچ وقت، در اصل راضی نیستن خواننده، در اصل راضی نیست، دوباره از اول میخونه، اون یه تیکر رو نمیخونه، دوباره از اول میگه دوباره از اول میخونم تا آخر. بله درسته. خب حالا تعریف کن ببینیم بقیه‌شون چه جوری میخونه. والا اکثرا خواننده‌های قدیمی که به قول معروف حالا هم با سیستم‌های دیجیتال اون موقع نبوده که امکانات زیادی در اختیار خواننده باشه، که ما مثلا الان شما یک ترانه‌ای که گوش میدید یا آهنگ گوش میدید شاید یک بیت شعری که میخونه خواننده کلمه به کلمش جدا جدا گرفته شده و ادیت میشه. خواننده‌های قدیمی عشق بله برای ده. مثلا اینجوری مثلا دقیقا. بعد مورا همه رو به همدیگه کار میثاق عزیز مام که اینجا نشسته و سکوت کرده و جیک نمیزنه حرف نمیزنه همینه دیگه. ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم این میثاق جان زحمت میکشن واسه ما درستش میکنن. خواهش میکنم. نه با شما که اینجوریه دیگه، هی تیکه تیکه ما از جای مختلف میبریم، مثلا میگیم این اون اینجوری اونجوری همه رو میچسبونیم به هم دیگه، بعد در انتها میبینیم ما چه حرفایی زدیم. همینه. خواننده‌های قدیمی چون که این سیستم نبوده در اون زمان اصلا عادت ندارن و این البته خیلی هم خوبه، چون وقتی که ادیت خیلی زیاد میشه اون حس کار کشته میشه کلا. خواننده‌های قدیمی خب مثل آقای عارف یا آقای معین مثلا. معین چه جوری میخونه؟ ایشون هم همینجور. ایشون حالا من تجربه ضبط که با ایشون داشتم از اول تا آخر آهنگ 3 بار 4 بار میخونن تمام و بعد بهترین قسمت های اون، یعنی هر آهنگی رو 3 بار یا 4 بار. بله. ولی حالا نقطه مقابل این ماجرا هست خواننده‌ای که واقعا کلمه به کلمه. اسمش هم میگی؟ نه دیگه. نه بگو دیگه. نه اسم نه. اول اسمشو بگو. نه. پیره یا جوونه؟ چه خبر دیگه؟ بگو. پیر و جوونیشو بگو. هم پیر هست هم جوون دیگه. با کاری به پیر. زن یا مرده؟ هم زن هم مرد. سوزان روشنه؟ نه. بعد خب همین. دیگه کی؟ دیگه چی؟ یکی. اسراری رو باز کن دیگه، بعد با انبردست از زبونت حرف بکشیم ما. والا اسرار که نمیشه گفت. داریوش چجوری میخونه؟ خوب میخونه ایشون. نه خوب خوندنشو که میدونم، من خودم عاشق داریوشم. تو استودیو چجوری میخونه؟ تو استودیو ایشون هم خب به هر حال عرض کردم خدمتتون، خواننده‌های قدیمی کلن اصلا نحوه خوندن و کار کردنشون تو استودیو خیلی متفاوته. توی استودیو خوندن خیلی سخته سینا جان، خیلی سخته. یعنی شما وقتی که میری پشت میکروفون قرار میگیری انگار که زیر ذره بین هستی یا حتی میکروسکوپ، لب از لب باز میکنی، صدای خودت تو هدفون میشنوی، 80% تمرکز و هوششون میپره اکثرا خواننده های حالا جدیدن. بله. ولی خواننده های قدیمی نه، کلا خب به هر حال تجربه و این همه مدتی که بالاخره دارن میخونن خب کمک میکنه که نسبت به خواننده های جدید بهتر باشه. البته خواننده های جدید هم هستن کسایی. خواننده های جدید هم الان خیلی خواننده های خوب بله. و جدید داریم که کاراشون حرف نداره اصلا. بله بله. حدوداً 1,850,000 نفر ما خواننده داریم. اونایی رو که هر کدوم یه دونه ترک موسیقی بیرون دادن توی اینترنت و فضای مجازی رو حساب کردیم. درست. 1,800,000 نفر اصلا از تعداد شنونده ها داره بیشتر میشه. حالا اونش به کنار، اینکه ما تقریبا میشه گفتش که برای هر 40-50 نفر جمعیت کشورمون یه دونه خواننده رو داریم. خب خوبه. خیلی خوبه. فکر میکنی که چرا اینقدر مسلماً به علت شغل تو خیلی ها میان سراغت برای کار ضبط کردن؟ بله. شده به کسی بگی آقا شما به در خوندن نمیخوری، میخوای نخون، یا همه را ضبط میکنی کاراشون؟ نه من به خیلی ها گفتم، حالا نه اینکه طرف ناراحت بشه، ولی خب خیلی ها را میدیدم که طرف تمام زندگیش را میفروخت، حاضر بود بفروشه که بیاد یک دونه ترک و یک موزیک ویدیو بزنه که حالا نمیدونم معروف بشه. یا چرا واقعا اینجوری فکر میکنن؟ والا نمیدونم چراش، من خودم هم نفهمیدم. شاید مسئله شهرت کمی
پول توش نیست به خاطر اینکه کپی رایت نداریم ما و نه پولی توش نیست. پول اصلا توش نیست که مثلا طرفی موزیک ویدیو بزنه و پولی ازش در بیاره، اصلا اینطور نیست. ولی خیلی ها رو دیدم که حتی فرش زیر پاشون هم فروختن که این کارو بکنن و متاسفانه اکثرا هم موفق نشدن چون اصولی و حالا علمی پیش نرفتن متاسفانه. اصولیش چجوریه؟ ببینید اصولیش که خب اینکه حالا اگر کسی از بچگی در مدرسه موسیقی درس بخونه بزرگ بشه، حالا کاری نداریم به اون معقوله، ولی خب حداقل استانداردهای لازم رو داشته باشه طرف، حداقل استانداردهای لازم. یعنی یه وقتایی کسایی میان که اون مرز استانداردها رو هم خیلی باهاش فاصله دارن، ولی خب طرف دوست داره که بیاد بخونه معروف بشه. تا حالا شده یکی مثلا بیاد اول چک میکنی مثلا سابقه کار طرف، مثلا یک نفر اگر غریبه نمیشناسیش بیاد بگه آقا من مثلا خواننده ام میخوام این قطع موسیقی رو ضبط بکنم، بله اول میگی مثلا یه دور بخون ببینم بلدی بخونی یا یه ضبط میفرستیش تو استودیو؟ نه خب نمونه کار میگیرم ازشون. نمونه کار مهمه؟ بله نمونه کارت رو بدید، چون تقریبا حالا هر کاری رو هم انجام نمیدیم تو استودیو. بعد اون وقت شده مثلا یه نفر رو از تو استودیو بکشی بیرون بگی بیا برو بیرون تو نمیخواد بخونی؟ با اونجا نکشیدن. با چکل لگد مثلا نشده طرفو بندازی بیرون؟ نه نمیذارم با اونجا بکشه. شده تا حالا از یکی از خواننده های خوب کشورمون که دیگه استاد این کاره توی استودیو باشه بعد مثلا بگه که مثلا اینجا رو مثلا اشتباه خوندین؟ چون پیش میاد دیگه، حالا مثلا ممکنه یه لحظه مثلا یه اشتباهی پیش بیاد، بگه اینجا رو اشتباه خوندی بعد عصبانی بشه بیاد بیرون حالتو جا بگیره؟ نه اصلا نه، طرف خوشحال میشه میگه هر چقدر مشکل هست به من بگید لطفاً، اینجور نباشه که الکی بگید خوبه. شده الکی بگی خوبه؟ چون مثلا طرف داره میخونه اشتباه خونده به علت مثلا اعتبار و سابقه اش، جرئت نکنی مثلا بگی غلط خوندی بذاری بخونه تا ته؟ نه ببینید اعتبار و سابقه خواننده ها اخلاقش، حالا بگیم اخلاق نداشته باشه. نه چون به هر حال کار خود ما زیر سوال میره، یعنی اینطور نیست. اعتبار و اون چیزی که هست از خواننده ها خب در بین مردم هست، آهنگسازها، تنظیم کننده ها، استودیوها، کلن یک فضای دیگری با هنرمندا دارن. یعنی اشکالات ها خیلی صریح میگن، شما شاید نتونید به یک خواننده حالا به قول خودتون خیلی معتبر برید مثلا یک ایراد بگیرید، شاید نپذیره از شما، ولی به راحتی از آهنگساز خودش، از استودیوی خودش میپذیره، از صدا بردار، از بله 100%، چون در نهایت یک ترک قرار ریلیز بشه و همه مردم اونو گوش میدن دیگه، کسی نمیدونه پشت اون چه اتفاقاتی افتاده، دعوا شده، کتک زدن هم دیگه رو، فوش دادن به هم دیگه. نه اتفاقات نمیافته. خب اگر موافق باشیم بریم یه سری به اتاق فرمان بزنیم، این بچه ها تو اتاق فرمان دارن چیکار میکنن انقدر توی گوش من سر و صدا میکنن، بعد دوباره برمیگردیم در خدمت شما هستیم. خب همچنان در خدمت فرزین فردین فرد هستیم، یکی از بهترین اساتید میکس و مسترینگ موزیک و صدا که مهمون این هفته برنامه ماست. خب فرزین جون، کدوم خواننده ها باهات کار کردن؟ والا خب اسمشون بسته، در این 15 سال 20 سال خیلی زیادم. معروفاشو بگو که دل بچهای توی خونم خونک شه. آقای محمد اصفهانی، خشایار اعتمادی، قاسم افشار، شادمهر عقیلی، آقای معین، خانم گوگوش، ابی، داریوش، سینا ولی‌اللا، مرحوم ناصر عبداللهی. ناصر عبداللهی فرزین یه قطعه بسیار زیبای کارهای ناصر عبداللهی رو خیلیاش رو شما انجام دادین، ولی خب یکی از کارهایی که انجام دادی یک ریمیکس چند دقیقه‌ای بود؟
تقریبا طولانی بود. نه خب بگو چند دقیقه، خودت هم جرات نداری بگی چند دقیقه بود. والا ریمیکس خب بگو چند دقیقه بود. تقریبا 9 دقیقه بود. تقریبا 9 دقیقه بود. تحقیقا چقدر بود؟ 11 دقیقه. 11 دقیقه یکی از ترانه ها، سه تا از ترانه های ناصر عبداللهی رو ریمیکس کرده بود که 5 تا شو ریمیکس کرده بود که بسیار زیبا بود، ولی فکر می‌کنم خانواده خود ناصر عبداللهی هم تا آخر گوش نداده بودن. خودت فکر می‌کنم تا آخر گوش کرده بودی. خیلی گوش دادم. میثاق نمیدونم، میثاق تو گوش کردی؟ من این آهنگو 50 بار، عددی که من میندازم 60 50، عاشق این آهنگم و سیر نمیشم. انقدر زیبا هم ریمیکس شده هم مسترینگش استاد واقعا سنگ تمام گذاشته. خب ببین اگه البته این آهنگ تعداد دانلودهای خیلی زیادی هم داره ها، به نسبت بارها من نمیدونم چجوری تونستن دانلود بکنن حجم به این سنگینی فایل رو و چجوری اگه گوش کردن تا به آن انتهاشو من مطمئن نیستم. حتی من خودم حداقل ده ها بار گوش کردم تا به انتها، ولی نمیتونیم اینجا برای بینندگانمون پخش بکنیم چون وقت برنامه تموم میشه. ولی من یه توضیح بدم راجع به این کار. این کار در سال روز فوت ایشون کار کردیم که من جای تشکر خیلی ویژه میکنم از دی جی ممسی که اکثر زیبایی های این کار مدیون ایشون هست. خیلی زحمت کشیدن. ما تقریبا دو نفری تقریبا یک سال روی آهنگ کار کردیم و اینکه طولانی شد خیلی سخت بود که از مجموعه کارهای مرحوم عبداللهی بتونیم تعداد کمی را انتخاب کنیم. دستتون به کم نمیرفت به قول من. و من از اینجا از ایشون تشکر میکنم که خیلی زحمت کشیدن برای این کار. بله واقعا روحش هم شاد. ناصر عبداللهی یکی از بهترین خواننده های ما بود. من خودم واقعا تمامی آهنگاشو یک به یک، تک به تک دوست دارم و از شنیدنشون لذت میبرم. شنیدم یک استودیوی جدیدی رو افتتاح کردی که شاید بشه گفت مجهزترین استودیویه که تا به حال برای این منطقه ساخته شده. بله عرض بودتون که یک فاز اول این کار تقریبا به اتمام رسیده، فاز دومش تقریبا تا دو ماه دیگه به اتمام میرسه. یک تیم بسیار حرفه‌ای حقوقی فنی دارن روی این ماجرا کار میکنن. استودیوی موزیکمون تقریبا یا شاید بتونم بگم تحقیقا دو تا یا سه تا دونه در دنیا از این استودیو هست با این تجهیزات. بقیه یه قسمت های دیگه استودیومون که استودیو خیلی مجهز دوبله هستش، ضبط صدا، ضبط ارکستراسیون و اونها هم در سطح جهانی تقریبا یا تحقیقا منحصر به فرد. خیلی بزرگواری که لطف کردی واقعا و امیدوارم که در آینده نزدیک دوباره ببینیمت و در کنارت باشم. خب دوستان عزیز همراه ما باشید در ادامه برنامه. رسیدیم به بخش نتورکیجات این هفته، بخش مورد علاقه و محبوب من که این هفته هم اتفاقا پر از مطالب به درد بخور و دوست داشتنیه با توجه به موضوع هفته. نظرات و کامنت هایی که نظر و کامنت در دوتاش یه معنی میده دیگه، درسته کارشناسان داخل اتاق فرمان؟ نظر و کامنت در دوتاش یه معنی میده، ما بی خود و بی جا در دوتاش رو با هم به کار میبریم. حالا به هر حال زیاد به دست ما رسیده و مسلماً ما هم نمیتونیم همش رو در این برنامه بخونیم، ولی من از بینشون گلچین کردم، الان میخوام اینجا رو براتون گلبارون کنم دیگه. نه میساق جان؟ آماده ای تو الان؟ آماده باش الان کلاتو بکش یه خورده جلوتر که الان گله که میخوام بریزم رو سرت مثل عروسا. خب ما شروع میکنیم به خوندن کامنت ها و جواب دادن. این خانم پریسا فرمودن که ببین از کامنت قشنگم شروع کردم، قبلا خیلی بهتر بودی سینا جان. قبلا منظورش کیه دقیقا؟ فکر میکنم دوران بچگیم رو میگه. من بچه بودم بهتر بودم. من از وقتی یادمه تو خوب بودی خالی کرمون میمونه بهتر میشه. دیگه عرض کنم به خدمتتون که امین، آقای امین رحیمزاده فرمودن که سینا جان اون تبلیغی که سر خودت داد میزنی رو میشه حذف کنی، خیلی اعصاب خرد کنه.
مگه من جنون ادواری دارم سر خودم داد بزنم؟ سر خودم داد نمیزنم که مثلا دارم توی گوشیم با کارگردان یا اون کسی که تو اتاق فرمانه حرف میزنم، سر اون دارم داد میزنم. کی سر خودش داد میزنه آخه؟ دکتر. این خیلی جالبه، گفته که سینا جان سلام، بازم دخترای خوشگل و ریز و مامانی دعوت کن تو برنامه. گیلاسن مگه اینا؟ اینا هنر معمولا همه درشتش رو زبا میکنن، شما چرا برعکس همین ریز روست رو نگاه میکنم بعضی؟ نه مطمئن این شبکه ما رو دارین نگاه میکنین، ریز و درشت ما نداشتیم دیگه. خدمتتون عرض کنم که آها بله، آقای سام بابایی فرمودن تفاوت لباس پوشیدن زن و مردان میتونه جالب باشه. برای چی؟ مثلا خود شما 4 هفته است که یک کت و شلوار رو پوشیدی، اما زنا هر 4 ساعت لباس هم. آقای کارگران محبت کنید برنامه قبلی رو نشون بدیم ببینم ایشون کوری رنگ داره یا تلویزیونشون سیاه‌سفیده، چه جوری ممکنه کت و شلوار من رنگش با هم یکی بوده باشه؟ نه خواهش میکنم نشون بدیم. سلام، وقتتون بخیر، من سینا ولی‌الله هستم و با اولین برنامه چند شنبه، هشتگ چند شنبه، هشتگ فارسیوان، هشتگ سینا، نه سینایه ولم نمی کنه که، هشتگ سین فارسیوان تی وی و هشتگ رو ازتون خواهش میکنم یادتون نره. قربونت برم الهی، من یه موقع ناراحت نشی یا بازم بیا کامنت بریم، من هم باید شوخی میکنم، بهت بر نخوره فردا دیگه برنامه رو نگاه نکنی الهی، که قربونت برم سام جان دیگه. این چیه؟ بله، فرمودن که سریالاتون سطح، این چه ربطی به برنامه من داره نمیدونم، ولی گفته سریالاتون سطحش پایینه، لطفاً سریالای باحال مثل بازی تاج و تخت که ترجمه انگلیسیش میشه Game of Thrones یا شهر مردگان یا Walking Dead رو در واقع ترجمهش میشه بذارید. اینا الان، اینایی که الان گذاشتین خزه. سریال خز من ندیده بودم ولی خب الان دیدم. شما راست میگی، اسمش هم اماد بود، اماد میر. بچه ها از تو اتاق فرمان دارن خورشونو میزنن که اسم بچه ها رو نگو. خب اگه میخواستن اسمشون نگم که خب برای چی کامنت گذاشتن دیگه. گفتن که من البته انتقاد خوبا رو که دیگه گفتن نداره، چون واقعا دوستان لطف داشتن و کامنت ها اکثرا که چه ارز کنم 98-99% کامنت های مثبت و خوب هست. من دست یکیشون رو میبوسم، به مدل دوستان دیگه در جاهای دیگه که دست همه رو میبوسن و تشکر میکنن و دیگه گفتن نداره دیگه. کامنت های منفی به نظر من جالب تره برای مطرح کردن، تعدادش هم کمتره، چون اگه بخوام از 800 نفر آدم هر دفعه تشکر بکنم به خاطر کامنت های مثبت برنامه تموم میشه، ولی کامنت های منفی که کمه خب راحت میتونم بهشون رسیدگی کنم، جالب ترم است دیگه. عرضم گفته که لطفاً زمان مصاحبه با مهمون برنامه رو خیلی کوتاه کنین چون خسته کننده است، چون شخصیت هایی هستن که برامون آشنا نیستن و طبعاً علاقه به زندگی خصوصیشون نداریم. خب قربونت برم، ما اینا رو نشون میدیم که شما با اینا آشنا بشین دیگه، چون آشناها رو که بیارم که دیگه آشنا شدن نداره باهاشون، که اینا رو آشنا هستین شما. شما میری تو خیابون میخوای دوست جدید پیدا کنی، میری سراغ آشناهای قبلی، نه دیگه میری دوست جدید پیدا میکنی دیگه. باریکلا دیگه. عرضم به خدمتتون که زیر تلویزیون آقای، نه خانومه، یا نمیدونم آقاست، نمیدونم، نمیشه اطمینان کرد به این اسمای جدید، آنا سید نیک گفته زیر تلویزیون اون ماشینا رو درست بچین. یه جوری بچینم درستن به خدا، نمیدونم حالا میخوای سفیده رو بذارم جای قرمزه، قرمزه رو بذارم جای سفیده، اون بالا نمیدونم، حالا هر کاری بخوای من در خدمتتون هستم. شاید مدلاش قدیمیه، چون ماشین جدید باید بذاریم. من خیلی وقت با تو صحبت نکردم. یادت رفت. خودت داری میخونی و میساخت کی؟ یه دونه کامنتی یکی از دوستان داده، تقریبا یه کتاب 40 صفحه‌ایه، ولی من در طول این کامنته هی 6 و 8 6 و 8 6 و 8 میبینم، فکر میکنم دارم میگن که آهنگای 6 و 8 نذارید اینقدر یا بذارید، نمیدونم چی گفته. آره گفته خواننده های 6 و 8 رو بیار، نمیدونم خواننده های 6 و 8 مگه پلاک ماشینه، نمیدونم چه جوریه، خواننده های 6 و 8 داریم ما، نمیدونم
پلاک واقعا انگار شماره بندی میکنین. مثلا شما خواننده 6 و 8 تو الان خواننده شماره چندی؟ 7 من 7 و 8 ام فکر کنم. البته من خواننده نیستم ولی وقتی میخونم 7 و 8 ام. منم که احتمالاً 3 و 4 ام. درسته وقتی میخونم 3 و 4 و 6 و 8 تقریبا یکیه. جدی میگی؟ شماره دیگر انتخاب. 9 و 10 دیگه عرضم به خدمتتون که فرمودن که آقای کامران خان فرمودن از این پسره که تو بند نشسته سوال نپرسی بهتره. بچه نه باشه. این خیلی قشنگه. میلاد خاکسار گفته یکی از خوبیای برنامه‌تون اینه که با مهمونایی که میارین باعث میشه ما کلمات جدیدی رو توی گوگل سرچ بکنیم. راست میگه دیگه خدایی. دیگه بعد از کلمات سکس و دیگه نمیدونم هات و این چیزای دیگه که همش ارور میده، بالاخره اسم چهار تا آدم موفق رو هم سرچ بکنیم بعد نمیشه حالا. برای آمار و اعتبارمون میگم. دیگه خدمتتون عرض کنم که دیگه چی عرض کنم خدمتتون جز به کامنت ها؟ فرمودن که اینقدر کف نزن. کف کردیم اینقدر کف زدی. این آقای طاهر کمایی اگر اشتباه کنم یا طاهر کمایی نمیدونم حالا چجوری، ایشون گفتن کف زیاد میزنی کف نزن. چشم، من کمتر کف میزنم ولی بگه میکنین یه مقدار به این چیزایی که گیر میدین در این برنامه یه قول عجیب غریبه. بعد دیگه خدمتتون عرض کنم که دوست عزیزی گفتن که برنامه‌تون خوبه، اگه محتوای سکسی برنامه رو یه مقدار بیشتر بکنید بهتر میشه. من الان محتوای سکسی برنامه رو محبت کنید، محتوای سکسی برنامه رو از میثاق بخواید که زیاد بکنه. ما اینجا فقط موزیک میزنیم، کار خاصی نمی‌کنیم. محتوای یه مقدار محتوای سکسی برنامه رو اضافه کن دیگه. چقدر تو آدم چقدر آخه این اصلا همکاری نمی‌کنن اینا. تمام صورت هم قرمز شد. یه کامنت دیگر ببینید. یه دوست عزیزی گفتن آقای مرداد نمیدونم چی فرد کاردان، آقای کاردان فرد گفتن لنگ دراز بنده و صورت کشیدم شبیه همفری بوگارده. حالا همفری بوگارد یکی از اون همشه قد کوتاه سینمای جهان بوده، حالا لنگ درازی نداشته. حالا دیگه خدمتتون عرض کنم که دیگه فکر میکنم وقت برنامه یعنی بخش این وقت این بخش تموم شد، چون از اتاق فرمان تقریبا این گوشه منو سوراخ کردن واسه گفتن وقت کامنت ها تموم شد و من مجبورم که باقی کامنت ها رو بذارم برای برنامه های بعدی. خیلی جالب بود و من از کامنت های شما ممنون و متشکرم. بیشتر از این کامنت های خوب برام بفرستین چون یکی از بخش های مهم برنامه رو پر میکنه. قربون شما. رسیدیم به پایان برنامه این هفته. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بازم برای ما مطالب و عکس‌ها و فیلم‌ها و ویدیوهاتون و دیگه نمیدونم هر چی که دارین و ندارین رو برای ما به اشتراک بذارین. بذارین ببینیم چیکار دارین می‌کنین شما توی زندگی خصوصیتون. ما رو سهیم کنید، ما رو شریک کنید در زندگیتون. ما می‌خوایم نظر بدیم. ما الان فهمیدیم که نظر دادن خوبه و ما می‌تونیم نظر بدیم. می‌خوایم نظر بدیم، می‌خوایم صحبت کنیم، می‌خوایم مشارکت داشته باشیم. روی فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و هشتگ‌های معروفشون سینا ویلچ، چند شنبه و فارسی وان تیوی برای ما مطالب رو به اشتراک بذارید. من میدونم که البته این هشتگ مثل یک فضانورد مریخی که برای سفر به کره زمین اومده برای شما عجیبه، چون تا الان هیچ کس ندیدم از این هشتگ استفاده بکنه، ولی بکنید، تو رو خدا از این هشتگ استفاده بکنید، خیلی خوبه. از اول برنامه هم که این زیر برنامه چندین بار این زیر بنده این قسمت ها چندین بار اعلام شده که هشتگ ها چی هست. برای همین ما منتظر شما و نظراتتون هستیم. امیدواریم که ما رو چشم انتظار نذارید. برنامه این هفته به پایان رسید. تا هفته بعد خدا نگهدار. We'll be right back.
شمشیر بیرون حرف که نمیشه زد بهت شوخی و جدی هر کدوم جدی که جای خود داره شوخی و جد هم هیچ کدوم هر حرفی که بها داره جای زیر سوال داره شوخی میکنیم با همه شوخی جای حرف نداره حالا سینا چند شنبه ها شوخی داره با شما ها اما فقط یه شرط داره این جمله رو یادت نره ما باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم شوخی رو جدی